ایسوع از که از آنسان شامنه و امسیل مستقل انتخابات یک بار دیگه هم تشکر میکنم از دیتون و از همکاریتون و از حمایتتون و توسعه انتخابات کنفرانس خبری امروز ما سه قسمت خواهد بود در شروع کم معلومات در مورد مسائلی که انکشافات است و چیزهایی که واقع شده ایسه سومش آواز رئیس به رکیب ها معلومات در مورد تصفیه ها خدمت شما ایراد خواهد کرد و در ایسه آخرش هم بعضی سوالاتی که میمانه باقی در خدمت دوستان خواهیم بود که اون پاسخ بدهیم. دوستان در شروع لازم است که یک بار دیگه هم ارقام و ارقام مراکز تعداد مراکز باز با واسطه همچنان نفوسی که در این شبا که هم با فیصدی و هم در تفاوت بین مردها و خانمها را خدمت شما ارائه کنیم. در شروع انتخابات ما 5,074 مرکز داشتیم که به تاریخ 28 باید افتتاح بشه باز میمان. از جمله 4,812 مرکز در روز 28 میزان باز بود و 261 مرکز را بسته بود. همه اشتراکندهایی که فرصت یافتند باید در این روز که به صندوق های رای از رای خود استفاده بکنند 4,218,533 نفر بود. ولی ثبت نام ما 8,840,306 نفر. با فیصدی که ببینید در انتخابات مردم از ثبت نام کنندگان شرکت کرده بود 48%، مردم در انتخابات 28-29 با شمول ولایت قندهار 48% جوان شرکت داشتند که از این جمله 63% مردها بود و 32% خانم ها اشتراک را تشکیل میداد. مسئله بسیار مهم دیگه که امروز میخوایم اعلام بکنیم مسئله تغییر در تقویم انتخابات روسی جدی است. قبلا اعلام شده بود اعلان نتایج ابتدایی انتخابات روسی جدی 19 اقرب بود. 19 اقرب این تاریخ بنا به بعضی مشکلاتی که در این اول بود و نیاز تصفیه و انتخابات از ولایات و ولسوالی ها همش سبب شد که این انتخابات همه ولایات بدون کابل و دوی قوس و ولایت کابل و دای قوس تغییر کرد و طبعاً که نتایج نهاییش یک ماه بعد از این تاریخ مطابق قانون صورت خواهد گرفت. خریده های محافظتی و دستگاه های بایومتریک از 23 ولایت تا فاضل و کابل رسیدم. امروز هم قرار است که از قندهار و هلمند به دفتر مرکزی مردم هستند و اینکه چرا تا حد تاخیر صورت گرفته ای خرابی هوا در بعضی از ولایت ها و ولسوالی ها بود که پروازهای ما متاسفانه نتونستند که ایران را انتخاب کنند. ولی تاکنون نتایج اول 8 ولایت با شمول خوست، ننگرهار، پنجشیر، پروان، لغمان، کنر، دایکنودی و بامیان در مرکز معلومات ثبت شده است. و قرار است امروز بخیر بعد از ختم همین کنفرانس همه معلومات هایی که تا اکنون از و مرکز ملی جمهوری معلومات یا دیتال سنتر برسیدن به سوارها از طریق از بایومتریک وسایل بایومتریک به سوارها رسمان امروز انتخاب شروع شد. سوال های متعدد در مورد تصفیه هاست که کمیسیون بالاخره چی روش دادن در پیشوی دارد تا
تصفیه کنند را و تعهدشان به مردم افغانستان. یک بار دیگر تأکید میکنم که تعهد ما همی است که اروای پاک از ناپاک به هر قیمت به هر وسیله ممکن جدا بسازیم تا کسایی که مستحق هستند با وسیله دیگر را پیدا بکنند و کسایی که مستحق نیستند ما بالاخره ناکام بمانند. مواردی که بسیار مهم است در تصفیه آرا خدمتتان یک بار دیگر قرار میکنم. اول آرای صندوق‌های ملاک و مراکز بدیهی که به اساس شناسایی بایومتریک و مطابق با فهرست رایدهندگان در محل مربوطه در روز انتخابات انجام شده است از اعتبار برخوردار میباشد، مگر اینکه مطابق اسناد تقنینی مربوطه و دلایل و اسناد معتبر دیگر غیر معتبر شناخته شود. آرای صندوق‌های محلات و مراکز رایدهی که اوراق رایدهی در آن به اساس شناسایی بایومتریک و در نبود فهرست رایدهندگان در محل رایدهی به اساس فهرست قلمی اجرا شده باشد، در صورتی که با فهرست اصلی دیتابیس مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات تطابق نماید از اعتبار برخوردار میباشد، مگر اینکه مطابق اسناد تقنینی مربوطه و دلایل و اسناد معتبر دیگر غیر معتبر شناخته شود. سه آرای صندوق‌های محلات و مراکز رایدهی که به اساس فهرست رایدهندگان اجرا شده است زمانی از اعتبار برخوردار است که از جانب رئیس محل ناظری و مشاهدی حاضر در همان محل طبق طرز عمل صحت آن تصدیق کرده باشد و بالای صندوق و اعضای داخل آن کدام اعتراض و شکایات وارد نگردیده باشد با رعایت قانون و لوایح مربوطه انجام شده باشد. چهار آرای صندوق‌های محلات و مراکز رایدهی که اوراق رایدهی در آن بدون فهرست رسمی بدون شناسایی بایومتریک و فهرست قلمی و یا فهرست اصلی مطابقت نداشته باشد و یا بدون نمایندگان کمیسیون‌های انتخاباتی ناظرین و مشاهدین انجام گردیده است از اعتبار ساقط دانسته می‌شود. مهمترین نکاتی که به خاطر تصفیه آرا در صندوق‌هایی که علیش را شکایت بود و تصفیه آرا پاک از ناپاک این چهار نقطه عمده است که قبلا خدمت شما ارائه شده بود و امروز به خاطر که یک کمک وضاحت بیشتر داشته باشم و مردم افغانستان دوباره ارائه کردیم. یک مسئله که در فرا تسکنه و خو پایو است و سببش اعتداد از هموطنهای عزیز ما و رئیس شورای ولایتی فرا با دیگر همکارانشان به شهادت رسیدند که تسلط عرض میکنیم به خانه ها و فامیلهاشان. صندوق شماره 9 با تعداد 40 پایه پرینتر، صندوق شماره 11 با تعداد 18 پایه بایومتریک و 28 پایه باربان، صندوق شماره 13 فرم نتایج 42 مرکز بدیهی، صندوق شماره 14 اسناد مبارزات انتخاباتی 41 تن کاندیدان پلیسی جرگه. دوستان عزیز، این معلومات عمومی بود در قرارده که به شما ارائه کردم. یک مسئله را امروز باز میخواهیم. قندهار، ولایت قندهار انتخاباتش برگزار شده، غفلت کردن و سبب نارسایی ها و کمی و کاستی در روز انتخابات شدن. کمیته موظف به کارش قبلا آغاز کرده، ما امیدوارم تا ختم امروز یک مقدار از این به کمیسیون ارائه شود و تصمیم کمیسیون در مورد افراد و اشخاص کسایی که به نوع دخیل بودند در این غفلت های وظیفه می شناسایی و بالاخره و مطابق قانون امرشان اجرا شده خواهد بود. امروز اخر روز و یا هم فردا برتان ایران خواهد کرد و یک بار دیگر تعهد ما همی است که به همه نارسایی‌هایی که شده رسیدگی شود و تا به مردم افغانستان یک تصویر روشن و واضح ارائه بکنیم. مسئله دیگری که میخواهیم مطرح بکنیم، مسئله که هیچ کسی از ما نمایندگی کردن نمیخواد. تعداد آوازها و تعداد شکوک و اتهامات را پیدا کرده که تعداد افراد
از آدرس کمیشنر و از آدرس مامورین ارشد ما نزد وکیلا میرن، کاندیدا میرن و در بعضی معاملهای اولشان صحبت میکنن. ما رسما امروز اعلام میکنیم که هیچ کسی از ما نمایندگی نمیره، هیچ فردی از ما نمایندگی نمیره. خواهش ما هم از کاندید وکیلا و هم از ادارات استخباراتی است که امی مردم ها لطفا بگیرن امی پروسه ها بیشتر از این صدمه نزنن و اونا رو به منجه قانون بسپارن و هر سطحی که باشن ریشیابی کنن و اونمون نامش رو باید اعلان شود و با این وظیفه مستقیم ادارات استخباراتی و کشفی دولت افغانستان است. مسئله دیگه که قرار بود ما تقویم انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی، شورای ولسوالی و ولایت غزنی را اعلام میکردیم، شما دیروز شاهد بودید که احزاب محترم بسیار زیاد دلایل را پیش کردن و بعد پیشنهادات و طلبهایی داشتن. کمیسیون به خاطر اینکه اون به عنوان رسیدگی شود هم از نهادهای ناظر و هم از نهادهای بین‌المللی و هم از احزاب سیاسی با بسیار زیاد پیشنهادات رسیدید بر ما رسیده طبعا که در امروز دو روز به اون رسیدگی بشه و در جریان همین هفته این تقویم رسما از طریق کمیسیون مستقل انتخابات اعلام خواهد شد. پیش ما همین معلومات عمومی همین قدر بود. بریم به بخش دوم مجلس امروز ما. آقا سید خواهش می‌کنیم که اونگاه دستی را را به دوستان بگذاشت. سلام به همه. ما فقط یه میخوام به شما توضیح کنم که مرکز ملی معلومات ما چرا هم پیش میره، چطور برای ما ریزرشیپ میرسن، چطور این پروسس میشه، کدام نایه ها و پرزوانه ها تطبیق میشن. برای اینکه آل تمام بحث ها متمرکز شده در این مرکز ملی معلومات یا باید سوالات و اقدامات هم میتونید در اینجا پیش اسامبلی موجود باشن. بعضی از همکارا آمدن از نزدیک دیدن و ما خواستیم که یک بار جو تشریف بکنیم که اگر بازم تشریف میبریم شما حداقل روند کار برای شما واضح باشه که چرا هم پیش میبریم. در این مرکز وقتی که اولاد میاین به اساس یک پروسیجر و به اساس یک لایحه دارای چند مرحله است. اول تمام اوراق نتایج وقتی در سطح مراکز بسته شده او در داخل یک خریطه محافظتی گذاشته شده، این خریطه ها از سطح مراکز و ولسوالی ها آمده در سطح مرکز ولایات انتقال داده شده. و این خریطه محافظتی وقتی ما خریطه محافظتی میدیم مفهوم چیست که این خریطه وقتی بسته شوه و دوباره باز شوه این فامیه میشه که این در اینجا دیست کنه. این یعنی در سطح مراکز ولایات، ولایات حق این را نداره که خریطه را باز کنه. در صورتی که خریطه را باز بکنند دیگه خریطه به شکل اضافی در اختیار دفاتر ولایات قرار نداره که به خریطه دیگه پرده و از اونجا باز را مرکز را کار را که اونا میکنه این رقم است که تمام خریده ها را جمع‌آوری میکنن در داخل یک صندوق، رکوردهایی را ثبت میکنن، این صندوق سیل میشه، این صندوق روان میکنن و دفتر مرکزی کمیسیون. و دفتر مرکزی کمیسیون که میاد اینجا یک کمیته است، اون کمیته این صندوق ها را وقتی که دریافت میکنن چند موردی هست که این صندوق ها باید چک شد. اول به شکل فیزیکی صندوق ها را ارزیابی میکنن که شکسته نباشه، باز نشده باشه، سیلی از این تبدیل نشده باشه. حتی اقل وقتی که از مرکز ولایت انتقال پیدا میکنه تا دفتر مرکزی را در این مسیر چیزی حوادثی روی صندوق ها به وجود نیامده باشه. بعد از اینکه صندوق ها از لحاظ فیزیکی چک میشن، صندوق باز میشن، در حضور ناظرین از نهادها، از اعضا و از جمعی مدنی به شکل دوامدار ناظر به مرکز نشسته است، در حضور اینها این صندوق ها باز میشن و خریده هایی که در داخل از این خریده ها به شکل فیزیکی چک میشن. بعد از اینکه خریده ها چک شد تسلیم گرفته میشه از دفاتر ولایتی و دفتر مرکزی و ترتیبش در همون جای به جای محتویات خریده ها در سیستمی که ما اون سیستم جمع‌بندی نتایج میگیم در اونجا ثبت میشه. بعد از اینکه این معلومات ثبت شد میره به بخش دوم. بخش دوم یک کمیته هستن که اونا صلاحیت ای را دارن که اینمی خریده ها را باز کنن.
اینا یه خریطه رو باز میکنن که مستقیم به عبارت نتیجه بسیاری پیدا کنن. عبارت نتایج از داخل این خریطه ها میکشن. ما تقریبا در حدود 24 مورد در رابطه با عبارت نتایج داریم که اینا یک به یک باید تطبیق شد و هر بار عبارت نتایج مطابق با این 24 موردی که در لایحه تصویب شده وجود نداشته باشه و مراقب نداشته باشه و نوز جا باشه یه اوضاف نتایج میره به کنیدی تصویر. در این موارد اگر شما خاص نمولای هر آز در اتاش ما قرار داده میشه بیشتر دو خانون بسیار کمک کننده است در قسمت ای که اگر تصور به ایش که برک نتیجه در جای نیست اگر تصور به ایش که برک نتیجه در محل که آرا شماره شده در اوجه نیست کاری شده میشه برای اینکه موارد متعددی در اوجه گفته شده که اگر نبود، ما فروش نیستن که در اینجا مشکل وجود داره و این باید من رو برمسته. یک مورد داره که این کمیته به او مجاز است و اجازه دارن که در این اوراق نتایج بررسی بکنن و اون را خودشان تصحیح بکنن که من میخواییم این را برای شما بگم چون شما که بخواهیم کل ملت بشن این هستن که فقط اینا سرایت تصحیح محل هر ورق نتیجه را یعنی اینکه ما یک مرکز داریم و این مرکز ممکن 6 محل داشته باشه اما در روزی که اوراق یا آرا شمار شده در اونجا ممکن به شکل چون محلات به شکل قلمی در اونجا رسانده بشه در این میکن اشتباهی در ساحت صورت گرفته باشه و او اشتباه طوری است که آمده مثلا محل 1, 2, 2, 2, 3, 4 دو محل از این تکرار کنه اینمی کمیتر را که مثل سرایت دادن که باید قلم صرف که به تصحیح بکنن اما که دو دانه دوست حتما یک از اون پنجوم است و سوم است و محل که کمی است فراتر از این اونا چیز دیگه را در اونچه تصحیح کردن نمیتونن به اونچه که تصحیح میتونن به قلم صرف است و در حضور ناظرین با مشاهدین همه در اونچه استاد است میبینن که این تصحیح شده و این با خاطر از ایست بعد از اونا در قطعه بتونن را قیمتی بکنن در صورتی که اوراق نتیجه ما به شکل حالت نرمال داشته باشه مستقیم میره به بخش اینا باید اسکن شد چرا اسکن شد؟ با دلیل اسکن هم هیستن که ما حداقل دسترسی کارمند را به ورق فیزیکی و واقعی از باید ببریم اینا کار خود از طریق اسکن کاپی هایی در سیستم مطلوب میشن از طریق او باید انجام و در اسکن کاپی که اگر اکثر اونها هیچ کار را انجام دادن نمید بازی که میره در مرحله اسکن هر فرم اسکن میشه شما اگر متوجه شده باشین هر فرم رزرچی دارای یک بارکود است این بارکود در مرحله اسکن به شکل دستی رسانده میشه به سیستم و در عین حال خود سیستم یک قابلیت هم دارن که بارکود خود سیستم بخوانه و در وقتی که میخوانه این را هم باز تطبیق میکنن با اون چیزی که به شکل منبع داخل شده در سیستم های یک چیز است یعنی در دقیقا اگر تفاوت جاروجه باشه از اون عرفه هم پیش نمید بعد از اون مهمترین بحثی که ما بعد از مرحله اسکن داریم نیستن که جاروجه ها ثبت میشن انتر میشن سیستم یک از سوالات بسیار جالب البته برای ما از لحاظ تکنیکی جالب است ولی در بیرون گاهی اوقات مطرح میشه که در نیروی مرکز ملی معلومات یک دانه صفر اضافه میکنن یا یک تا صفر کم میکنن یا یک عدد پاره یک عدد دیگه میمونن سیستم اینطوری طوری هستن که وقتی که ورق نتیجه و سیستم لود میشن این میره به یک گروپ از افراد که اونا ثبت میکنن و این اوراق هم به شکل تصادفی لود میشه یعنی ناجی کشتر هستن که به شکل تصادفی را سیستم میگیره و در اختیار یک مامور ثبت معلومات ما قرار میده اینا یا ثبت میکنن مرحله دوم گروپ از دیگه مردم هست که عین کار اینا را انجام میدن با توجه به اینکه اون نمیفهمن فرمی که به من لود شده در گروپ اول کی را این شکل کرد و گروپ اول را نمیخوام که این فرم را که من چی میکنم به گروپ دوم و کدام کسی باید اپلود شده هیچ کدام از این شوهای اول و دوم چیز را نمیخوام بعد از یک مرحله دوم انتری ما خلاص بشه ما مرحله ارزیابی داریم در مرحله ارزیابی هر تفاوتی که بین انتری اول و انتری دوم باشه سیستم خودش اتوماتش میکنه مثلا میگه که به اینجا دیتایتری اول فلانی آدم اینی رای آنده در دو بودن ولی بیست رسن اما دیتایتری دو این دو رسن اونا هم آپشن این را ندارن که خودش چیز بهتر فقط کافی اونا
این رایت رو دارن که یک دیگه رو باید انتخاب کنن. چگونه انتخاب کنن؟ در این حال همین اسکن کافی فرم هم برای اونا اپلود میشه و دیده میشه اونا باید ببینن که در اسکن کافی چیز و کدام از این چیز درست است. امور انتخاب میکنن و این فرم میره پیش. در صورت که هر دوی از اشتباه کرده باشه. اگر یک کاندید رایش یک است، به تنجی ما اول وای را در اسمانده و دوم هم صف. و این وقت خوشیست که هر دویش غلط است. در این حالا باکشن تب رسن پس به انتری میکنه. یعنی هیچ آپشنی یا گزینه‌ای نیستن که این فرم برن وقت نهایی شد. و ترتیب از این باز مرحله دیگه رو ما داریم که نام از رو کنترل کیفیت ماندیم که اینا تریجایی را که در سیستم رسواتا شده با چیزی که در اسکن کاپیست یک بار با شکل عمومی مقایسه میکنیم باز هم تفاوتی بین اینا وجود نداشته باشه. در باره این که چندین مرحله در قسمت انتری و کنترل انداخته شده مهمترین بحثش نیست که هر کارمند در هر جای هر کار را که میدونن در سیستم ثبت است. و دقیقا ما میخوام که یک کارمند ما چند بار اشتباه کرده، در کجا اشتباه کرده، از کی را اشتباه داشته. همه از این قابلیت پیگیری است. آخر مرحله ای که ما داریم یک گروپ یا یک تیم مدیریتی در مرکز ملی معلومات است که در رأس این تیم رئیس دارانشا هستند. تمام کلیسایی که دارای مشکل است و تمام کلیسایی که قابل خواندن است، تمام کلیسایی که مشکوک است، اینا میره به این گروه و این گروه اینا را دستبندی میکنه. صلاحیت این گروه هم در حدی است فقط این مشکلات را دستبندی میکنه. بعد از اینکه دستبندی کرد، این جلسه کمیسیون ارائه میشه و این کمیسیون است که با سر کلیسا به شکل دستبندی شده تصمیم میگیره که با این کلیسا چی برخورد صورت بگیره. این تمام این بحث را که در مرکز ملی معلومات ما داریم و این چطوریه، این گزارش چطوریه، این چطور پروسس میشن، چطور انگواره آرای یک کاندید جمعانی میشن، چطور از این جلوگیری میشه که یک صفر مانده نشه و عوض بسیار معلول کمیگی بگن، تمام این بحث به این شکل پیش میشن. این همون توضیحات هستن که ما در رابطه با سیستم خدمت شما ارائه کردم. باز هر فرصت برای شما آمدید و مرکز میتونم که عملا بسیار تشکر با آقاسیم، بخیر باشین. بیایید در قسمت سوم امروز مجلس رو ولی از اون پیش فقط یک نقطه رو باز رو مکرر رسمن دعوت میکنم از هم احزاب و جریان‌های سیاسی و اتحادهای سیاسی همچنان ناظرین داخلی و خارجی و رسانه‌ها و مشاهدین بیاید بفرمایم در حوزه کمیسیون برای شما باز است. سیستم‌های ما کلش هیچ چیز مخفی نیست، همه چیز مطابق تزلمبل ها و نمود ها پیش میرن نظارت بکنن و یافتاهای خود را با مردم افغانستان شریک بسازن. باز هم تاکید میکنم و همه شما در حوزه که بسیار باز است و خواستم که امروز این معلومات ها به سروات به انتقال بشه. بعد از این خط مجلس رو میبارستم که هم ناظرین و هم رسانه ها حضور داشته باشه. خب بریم به بخش آخر بفرمایید.